Yaşış bir zaykınlı hırman bolsun, yürüyüm o hümmetin yolu bileli. Yürüyüm 4000 piğümmer geçti, her gaysı bir umma sanı bileli. Bileli. در این برنامه موسیقی بخشی‌های ترکمن صحرا و سازهای متداولشون رو بررسی می‌کنیم. بخشی‌ها با ساز دوتار و آواز تاریخ موسیقی قوم خودشون رو بیان می‌کنن و موسیقیشون موسیقی شادی نیست. بنابراین رقص که در اغلب نواحی ایران راوی بخش مهمی از فرهنگ و تاریخ است، در میان ترکمن‌ها جایگاهی نداره. حتی عدم حضور سازهای کوبه‌ای و ضربی در موسیقی ترکمن دلیل دیگری بر این واقعیت حسی در موسیقی ترکمنه. نکته بسیار جالبی که در به وجود اومدن ریتم منحصر به فرد موسیقی ترکمنی تأثیر داشته، وابستگی زیاد مردم ترکمن به اسب و سنت دیرینه قالی‌بافی و نمدمالیه. در این ناحیه ریتم موسیقی از تداوم موزون صدای سم اسب، صدای ریتمیک حرکت شانه در قالی‌بافی و حرکات موزون نمدمالان هنگام نمدمالی ایجاد میشه. به بیان دیگه صدای سم اسبا و صدای برخورد شونه بر تار و پود قالی به جای سازای ضربی و کوبه‌ای قرار گرفته و اینجاست که در این نقطه موسیقی و زندگی به یگانگی میرسن. موسیقی بخشی‌ها در مراسم عروسی و مجلس‌های شادی حکایت از تاریخی حماسه آفرین داره. مخصوصاً تحریرای جانگوداز جغجغ که حکایت از اندوه غرورآمیز یک قوم داره اجرا و شنیده میشه. جالبه که این نوع موسیقی با وجود تضاد ظاهری بین محتوای شعر و موسیقی و حال و هوای مراسم عروسی هنوز اجرا میشه، که این خودش نشونه پیچیدگی‌های خاص فرهنگی و سنتی ترکمن صحراست. ساز دوتار در موسیقی ترکمن مهمترین سازه. کاسه اون از چوب درخت توت ساخته شده، دو سیم داره و در قدیم دستان‌بندی‌های این ساز از جنس ابریشم و امروزه از جنس فولاده. موسیقی ترکمن بیش از 500 نغمه داره که بر اساس 4 مقام اصلی مخمس، تشدید، قعریقلار و نوایی ساخته شده. هر کدوم از این مقام ها دارای سبک خاص خودشون هستن. و البته هر کدوم از اونها مربوط به طایفه و تیره خاصی هم هستن. متن‌های آوازی موسیقی ترکمن از داستان‌های منصور و منظور مثل زهره و طاهر و کوروغلی هستند. موسیقی ترکمن به جز موسیقی که به همراه دوتار و کمانچه اجرا میشه، انواع دیگه هم داره. به عنوان مثال، میتونیم از آوازهای چوپانی به همراه نی و آهنگهایی برای کاهش درد و درمان بیماری کودکان، مولودخانی، لاله‌خانی و ذکرخانی، طایفه ها و لالایه مادران اسم ببریم. در برنامه‌های بعدی میخوایم به بررسی موسیقی جنوب ایران بپردازیم.